درود به دوستان عزیزم، چطورید؟ خیلی خوش اومدید. من اومد پیکا هستم. با نام خدا شروع میکنیم و میریم. یک اجرای زنده و زیبا از اجمل سنگری عزیز به اسم زیلو بم رو با هم گوش کنیم که از کانال حمید پروداکشن بوده. لینکش رو براتون میذارم و کلی کیف کنیم. اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفا لایک یادتون نره، کامنت پیشنهاد هر چی دارید مثل همیشه برام بنویسید، سابسکرایب کنید ما رو. دمتون گرم، بزنید بریم. کیفیت ریکورد خوبی، آفرین. نگاهی اهل دانش عزیز آسوی غریبان است. ای چرا صداش کم شد؟ یو صدام اهل دانش عزیز آسوی غریبان است. یهو اینجا صداش کم میشه. صفت هایی که میبینی کلش در نسل یوغان است. صفت هایی که میبینی کلش در نسل افغان است. کدوم صفت ها داره؟ عاشق رویت شدم، کر کردم اردو دیدارم. شعر خودشه، چه قشنگ. عاشق تو شدم، کور کردم هر دو دیده رو تا دیگه کسی رو نبینم. برداشت منه، میگه تو رو دیدم عاشق شدم، دیگه چشام رو بقیه بستم، تو دست منو بگیر، تو با تو هستم. یه بیت دیگه بهش اضافه کردم خودم. اوکی. چقدر قشنگه این ملودی. اینو آجی رنگین میزد، گوش کرده بودیم قبلا فکر کنم. آره شنیده بودیم. حالا به هر حال شاید اشتباه کنم. چقدر ساز عجیب آجی، من در هر چی تنبوره رو نگاه میکنم خیلی سخت زدنش. لاکت گردانت مور سلیمان، چه بد کردم که دل دادم بنا. پلاک گردنت، لاک گردنت مور سلیمان، انگشتر سلیمان، چه بد کردم که دل دادم به نادان. چرا؟ گفت تو من عاشقت هم، دست ما بگیر که آه. ده 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 ده. لاکت گردانت مور سلیمان، چه بد کردم که دل دادم با. دانو سال من سر دل داده گشتم. ده حرکتی که میره جلو میزنه جالبه. نه من سر دل داده گشتم. صدا نرمتر جلو میزنه. بله آخر تنهایم گذاشتی نمسلمان. دو سال من سرش دل داده گشتم. آخر تنهایم گذاشت رفت نمسلمان. به قول اون بازیگری که همون بازیگر ایرانیه گفتش که آقا خوب و بد یعنی چی، اشتباه یعنی چی، اون دو سالو زندگی کردی دیگه، با طرف گذروندی، حال کردی، بهت خوش گذشته، یه تجربه بوده به نظرم. صورتت نگیرم از خواهران،
گفت از پشت کجا رد میشم؟ قلایت چیه؟ حالا به هر حال هنوز سراغ هنوز پیگیرشی دیگه سراغتو میگیرم. بده واقعا این خیلی بده. اگه دلت گیر باشه یارو عروسی کنه دیگه کلن گیر میمونی. سنگین بود پشمام ریخت. اینو در آوردم ببخشید بریم جلوتر. حالا های نازی 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 من بودی کودکیم بازی آقا یه لحظه ما یه آهنگ گوش کرده بودیم فلک که تو اونم همین نازی رو گفت، یه دونه الان اینجا گوش کردیم اجمل سنگری زیل و بم که تو اونم نازی رو گفت. احتمالا این نازی یه شخصیت حقیقیه، یه چیز واقعی بوده، تو دو تا آهنگ مختلف اینو گفته. نازی نازیه من تو بودی کودکیم بازیه. آره از بچگی من چرا زرد شدم دقت میکنم؟ بچگی به خاطر نوره. کودک انبازی من بودی، بچگی بزرگ شدیم، قرار بود که عصای دستم باشی. چی گفت؟ گفت چشامو میبستم که تو مثلا منو راهنمایی کنی و اینا. بعد دو سال گذشتی رفتی دیگه، قشنگ مثل یه داستانی تو ذهنم چیده شده، میبینمش. خبر رفت این ناجور گشتم، زباز که گیریه کردم کور گشتم. به خبر رفت این ناجور گشتم، زباز که گیریه کردم کور گشتم. بی خبر میره خیلی چیزه، طرف خیلی نامرده، خواستم یه کلمه دیگه به آره. بی خبر یکی میذاره میره خیلی همون نامرده، یعنی اونی که به جا میمونه دیگه نمیدونه چی شد، طرف بر میگرده بر نمیگرده، میخواد مشکلی براش پیش اومد، مرد، چه اتفاقی افتاد. جیت از ته دل میخونه، باور کنم این اتفاق افتاده براش. به نظرم اونجوری که اجمل سنگری میخونه خیلی ارتباط داره با شعر. خدا از من گره با دشمنم داد. تو فرچی دشمن لاشی نامرده، والا طرف منتظر مثلا تو کات کنی برت مخ دوست دخترتو. مثال میگم ها، همچین آدم هایی همیشه دیدیم هستن دورو بر آدم زیاد هم هستن مخصوصا. همه هایی همه هایی همه هایی دادو به داد دادو به داد از من گره با دشمن موندن. چرا اسم آهنگ زیل و بم بود؟ و زیل و بم اصلا یعنی چی؟ یعنی زیر و بم احتمالاً، ها؟ صدای زیر صدای بم شاید، فکر کنم. ما قربان سفید یار بویان،
یه قسمت ازمش از شعری که میخونه شعر آهنگ فلکه که گوش کردیم، نصفش. آره نصف شعر شعر آهنگ فلکه. دارم دقت میکنم انگشترش چیه. یکم دوره، معلوم نیست. مگی از کار شدم دادن بشویم، ما قربان سفید دیان ربویم، مگی از کار شدم دادن بشویم. سرباز شد و شوهرش دادن و تلخ دیگه. واقعا آدم سر خودش بیاد میفهمه یعنی چی. آره یکی که تجربه داره میدونه یعنی سوختن میدونه. آره یکی که تجربه سوختن رو دارد میفهمد که سوختن یعنی چی. متشکرم، نقطه سر خط. بریم ادامه شو. مگیت کر شدم در شهر پروان، میبودم قیامت میشد دویم، دیگه این همه بلا سرش آوردی. یه نفرین ریز حق داره بود. میخواستم بگم نفرین نکنی کسی، ولی حقش آجی. گفت خدا نکنه، اما حرف من رو زد. نگه کن زنم آنم هلای قسمت تاتش بگردن، که در قلبم نهادی کوی نفرین. آقای سنگین ها، اون خدا نکنه. آقا ما چرا زردیم؟ من نمیفهمم. اه چرا؟ چه کاری ها؟ همه کارا رو کردیم، چجوری زرد میشه صورتمون؟ داری قسمت تاتش بگردم، که در قلبم عجب شعرت غمگین سنگینی اجمل سنگری عزیز. نمیدونم تجربهشو داشته یا نه، ولی خیلی ارتباط زیادی با شعر داره. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید، خیلی مخلصم. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک، کامنت، پیشنهاد سابسکرایب یادتون نره. از کانال حمید پروداکشن بوده که لینکشو براتون میذارم. کانال آقای سنگری هم اگر پیدا کنم داخل توضیحات میذارم. ویدیو و آهنگاشون رو میتونید بهت گوش کنید و تا ویدیوی دیگه خدافظ.